درود و عرض ادب. همه ما انسان ها از صبح تا شب، از صبحگاهان تا شامگاهان که از خواب برمیخیزیم و یا مشغول فعالیت هستیم، مشغول ارتباط هم میشیم. ارتباط فرایندهای مختلفی داره و گاهی اوقات هم میتونه به ما انرژی بده و هم میتونه انرژی رو از ما بگیره. برای هر دوش مثال میزنم. ارتباطی که ما از روی صمیمیت شروع میکنیم و صداقت و اعتماد توش هست میتونه به ما انرژی بده. و ارتباطی که از اول در پی نیرنگ و فریب هستیم برای اینکه اهداف و مقاصدمون رو پیش ببریم، در هر حالت ارتباط وجود داره و در دل خودش معناهای زیادی رو خلق میکنه. ما برای تک تک معناهایی که خلق میکنیم یا ایجادشون میکنیم یک استدلال هایی داریم که این استدلال ها میتونن بخش خیلی زیادی از فرایند ذهنی رو تنظیم و تدوین بکنن، اما اونهایی بیاد میمونن که بتونن بیشترین تأثیر روی دیگران بگذارن. به همین دلیل موضوع سخنرانی من با این پرسش آغاز میشه که چگونه میتونیم با دیگران ارتباط میان فردی مؤثر داشته باشیم. تمامی شعرا، تمامی نویسندگان، تمامی مترجمان، تمامی کسانی که بزرگترین ایده ها رو خلق کردن در آثارشون، از ارتباط به بهترین نحو ممکن استفاده کردن. بنابراین من قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم در این مدتی که در اختیار دارم، باید فرق بین ارتباط، رابطه، پیوند و ربط رو براتون مشخص کنم. ارتباط رو معادل با کامیونیکیشن میگیریم، یعنی انتقال اطلاعات از یک شخص به دیگری. گاهی اوقات این انتقال اطلاعات میتونه بود ماشینی هم پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این کار رو انجام میدیم. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه ارتباطی وجود نداره، ما ارتباطمون تبدیل به پیوند میشه، یعنی ما با هم کانکشن داریم. در واقع در کانکشن تمامی اون ارتباطات به این دلیل که اتصالات الکترونیکی پیدا میکنه و به بیت صفر یا یک تبدیل میشن، میتونن قواعد بازی ما رو در اون ارتباط تغییر بدن. بنابراین اگر یه وقت فریب یا نیرنگ رو میبینیم یا کسی رو در پشت اون فضای مجازی نمیشناسیم، نه اینکه با او ارتباط نداریم، شکل ارتباط عوض شده و محتوای اون هم به تبع عوض میشه. اما فراموش نکنیم که در ذات ارتباط چندین ویژگی وجود دارن که اگر اینها رو پس بزنیم یا فراموششون بکنیم یا بهشون توجه نداشته باشیم، ارتباط میتونه شکل‌های دیگری به خودش بگیره که به فلسفه وجودی اون میتونه مراتبش تغییر پیدا بکنه. از این منظر رابطه خیلی فراتره، یعنی در واقع رابطه هم بوده دیالکتیک داره با خودمون، با محیط پیرامونمون، با کسانی که باشون در ارتباطیم. ما دائما در حال بگو مگو یا در واقع جدل درونی و جدل بیرونی هستیم. تمامی روانشناسان اجتماعی، جامعه شناسان، رفتارشناسان و اساساً کسانی که کار پژوهشی راجع به رابطه انسان با محیط انجام میدن، بر این باور هستند که اطمینان از یک ارتباط زمانی میسر میشه که اون ارتباط حاصل بشه و صرفاً فقط ارتباط نباشه. یعنی ما به دیگری سلام میکنیم، درود میفرستیم، عرض ادب خودمون رو نشون میدیم، اما اینکه چقدر از او بازخورد بگیریم بستگی به میزان انرژی است که بین ما دو آدم یا دو فردی که با هم ارتباط برقرار کردیم داره. بنابراین رابطه خیلی طولانی تره، خیلی قدیمی تره، خیلی بنیادی تره. رابطه از قبل از اینکه انسان روی کره زمین پا بگذاره وجود داشته. به همین دلیله که همه ما با همسر، فرزندانمون، خویشاوندانمون، پدر و مادر، پدر بزرگها، مادر بزرگها و تمامی کسانی که پیشینه و سوابق ما رو تشکیل میدن همچنان ریلیشنشیپ یا رابطه داریم. پس رابطه خیلی کهنه با ارتباط که خیلی مقطعی و زودگذر هستش فرق میکنه.
و اما پیوند یا کانکشن که فقط بُعد اتصالی یا الکترونیکی داره. و پس از اون میرسیم به ربط. ربط چیه؟ یا ریلیونس. ربط مجموعه گره ها یا پیوند های کوچک و ریزی هست که ما با دیگران داریم. من از طریق ربط به شما یا تک تک شما میتونم به شبکه های بسیار زیادی از معناهای متفاوت متصل بشم، به آثار شما، به نگاه شما، به بینش شما، به دیدگاه شما. بنابراین در این شبکه روابط آنچه که وجود داره ویژگی هایی هست که ما رو میتونه به هم متصل کنه، که من سعی میکنم از این ویژگی ها یک یکی عبور کنم تا ارتباطات میان فردی اثر بخش رو بتونم برای شما باز بکنم. اولین ارتباطی که خیلی میشه راجبش صحبت کرد یا سخن گفت در واقع ارتباط صمیمانه با دیگران هست. این ارتباط صمیمانه میتونه جنبه های مختلفی داشته باشه. یکی از اون جنبه ها شناخت هست، میزان آشنایی ما به دیگری یا با دیگری یا از دیگری. این به با از میتونه معانی متفاوتی در جریان ها یا گفته های ما با دیگران داشته باشه. گاهی اوقات ما تصمیم میگیریم که با دیگران فقط ارتباط برقرار کنیم. گاهی اوقات ما تصمیم میگیریم که با دیگران جنبه های موقت یا زودگذر ارتباط رو داشته باشیم. بنابراین هر نوع ارتباطی پایه اصلیش رو اعتماد میسازه یا تراست. اما اعتماد چیه؟ آیا اعتماد فقط یه حساب و کتاب شخصیه که ما با دیگران داریم؟ یا اعتماد فقط نوعی از برداشت ما از رفتار دیگری هست؟ نه. به زبان خیلی ساده اعتماد یعنی این که من بتونم بفهمم شما از من چی میخواین و من آیا قادر به انجام اون در مقابل شما یا خواسته شما هستم یا خیر. گاهی اوقات این اعتماد میتونه بسیار وسیع بشه، بین شرکت ها، بین روابط درون گروهی و ساختاری سازمان ها. حتی ارتباط رو میتونه خیلی مستحکم بکنه اعتماد. اعتماد در خیلی از جنبه های رفتاری ما کلیدی ترین نقش رو در بعد شناخت ما از دیگران ایفا میکنه. اگر بر این باور باشیم که شناخت مقدمه اعتماد هست، اعتماد میتونه روابط ما رو بسیار بسیار وسیع و طیف کنه و در اون وسیع و طیف بودن به معنای روابط ما یک نوع در واقع بینش جدید بیافزاییم. در کنار اعتماد به نظر میرسه یکی از اون عواملی که خیلی نقش دارن و میتونن نگرش ما رو در واقع مستحیل بکنن و کار ما رو مشخص و معین بکنن، رفتن به اعماق صداقت هست. این آنست بودن و اینکه ما تا چه اندازه در کاری که داریم انجام میدیم یا دیدگاهی که داریم مطرح میکنیم برای دیگران آدمهای شناخته شده ای هستیم. شما گاهی تلفنتون، گاهی ایمیلتون، گاهی یادداشت های شخصیتون رو در اختیار یک کسی دیگه قرار میدید و اعتماد میکنید به او، چون شناخت دارید از او و از او انتظار دارید که بر اساس این شناخت و اعتماد صداقت خودش رو در این ارتباط به شما نشون بده. آدم هایی که در ارتباط دو سویه در اولین گام ها صداقت ندارن یا سعی میکنن که از این صداقت فاصله بگیرن، بدترین نوع ارتباط رو با شما ایجاد میکنن و نمیتونین شما اونجوری که شایسته و بایسته هست اون ارتباط باشون ادامه بدین. و این در روابط هم وجود داره. من فکر میکنم اگر ما بخوایم صداقت رو خیلی خوب یاد بگیریم، بهترین و صادقترین آدم ها مادران هستند. مادران هیچ وقت به فرزندانشون دروغ نمیگن، هیچ وقت به اونا ریا راه نمیدن، هیچ وقت به اونا یاد نمیدن که تو اگر اینجوری و این کار رو انجام بدی حتما آدم زبلتری هستی. نه، همیشه میگن تو بهترین باش، چون مادرها دوست دارن که متفاوت فکر کنن اما از این تفاوت به صداقت ناب انسانی برسن. بنابراین آنست بودن از جمله مواردیه که خیلی نقش مهمی داره. بعد از این میرسیم به در واقع این که این صداقت آیا میتونه مبنایی برای گفتگو کردن با دیگران باشه. منظور من دقیقا کلمه
یا در واقع اصطلاح دیالوگ هست. گفتگو یعنی این که من بر اثر اون شناخت، اعتماد و صداقتی که با شما به وجود آوردم، آیا میتونم با شما حرفی برای گفتن داشته باشم؟ خیلی از ما آدم ها اصلا حرفی برای گفتن نداریم. خیلی اوقات حتی بین ما ارتباط وجود داره، اما ما نمیتونیم چند کلام بشینیم با هم خیلی صمیمانه صحبت بکنیم. شاید یکی از علتهای این در واقع صحبت نکردن و گفتگو نکردن، نپرداختن به ماجرای زندگی هامون باشه. یک نکته ای رو من ذکر بکنم، تمامی کارگردانهای موفق سینمای جهان اونهایی بودند که به دو نوع گفتگو فکر کردن. در درجه اول به گفتگوی درونی خیلی فکر کردن و در درجه دوم به گفتگوی بیرونی. چرا؟ چون ما میگیم گفتگو دیگه، گفت و گو، یعنی باید یکی بگم یکی بشنوم، یک رابطه گیت و گوه، یعنی هم شما باید بدید و هم بگیرید. در واقع چون یک تعامل دو طرفه است، شما نمیتونید در این تعامل دو طرفه از بازی خارج بشید. به همین دلیل هم است که بیشتر بازیگران سینما از کارگردانانی بیشترین انرژیای مثبت و بیشترین شهرت رو گرفتن که تونستن با اونها خوب گفتگو کنن. بنابراین گفتگو مدار اصلی رابطه ما و ارتباط ما و پیوند ما و ربط ما با دیگرانه. کسانی که ارتباط موفق دارن همون کسانی هستند که گفتگوهای خوب موفقی دارن. در این زمینه ارجاعتون میدم به سخنان، رساله ها، گفته ها، نوشته ها و ترجمه های خوب میخائیلوویچ باختین، که میدونید بیشتر کارهای باختین روی آثار بسیار برجسته داستایوفسکی بوده. اما اگر از این بگذریم، حرف باختین در گفتگو اینه: من چهره ای هستم در مقابل تو و تو چهره ای در مقابل من. برای که این چهره کاری بتونه معنا پیدا بکنه، ما نیاز به گفتگو داریم. پس گفتگو در درون خودش اصالت به وجود میاره و این اصالت موجب میشه که ما در برقراری ارتباط افراد موفقی باشیم. پس از گفتگو میرسیم به یک عامل بسیار بسیار مهم و اساسی که همه ماها از صبح تا شب باید درگیرش باشیم و هستیم، و حتما شما یک به یک اون رو تجربه کردید، و اون چیزی نیست جز درک یا اندرستندینگ، فهم از دیگری. وقتی که گفتگوی خوب حاصل میشه، ما به فهم مشترک میرسیم. این رویایی بود که ارنست بورمن در نظریه همگرایی نمادین خودش ارائه داد و گفت شما وقتی که در گروهی وارد میشید و به خیال پردازی های مشترک میپردازید و در اثر این خیال پردازی های مشترک به ارتباط موفق میرسید و بعد اعتماد شما نسبت به هم جلب میشه و بعد شناخت ایجاد میشه و بعد همینطور این مراحل طی میشه، آن چیزی که بیشترین تأثیر روی شما میذاره درکه. یعنی شما به عنوان فقط یک عضو اون گروه نیستید، به عنوان کسی هستید که میتونید در لحظه به لحظه از طرف خودتون و تمامی همکاراتون توی اون گروه درک بشید. همین جریان تدکس رو در نظر بگیرید که اگر درک مشترک نداشت، آیا میشد اسمش رو گذاشت تدکس یا فقط به اون بگیم یک رویداد؟ بنابراین تمامی ماها که فعالیت‌های بیرونی رو ارج می‌نهیم و یا در کنفرانس ها، همایش ها، نشست های تخصصی و غیر و غیر و غیر زندگی می کنیم و از صبح تا شب سعی در تلاش بهتر شدن رو داریم، در اساس و بر اساس در واقع هم در و هم بر به درک مشترک فکر می کنیم. درک مشترک می تونه همه ما رو نجات بده از اون گره ها و گیر و گرفتاری هایی که در ارتباطمون با دیگران داریم. گاهی اوقات یک سلام مختصر با اندکی هم لبخند، هم نیشخند و هم میتونه تبسم باشه، میتونه ما رو به یک دنیای زیادی از ارتباطات بعدی رهنمون کنه. عامل بعدی که روش دست میذارم و فکر میکنم خیلی مهم باشه و در کنار درک امروزه در دنیا اصلا برای خودش یه انجمنهای مستقلی داره، مسئله گوش دادن هست. ببینید دوستان، ما خیلی مواقع خوب گوش نمی کنیم یا به زعم روانشناسان گوش دادن فعال نداریم. گوش دادن فعال و گوش دادن صرفاً یا فقط شنیدن با هم تفاوت داره. ما گاهی اوقات اصوات رو میشنویم اما هرگز اونها رو پردازش نمی کنیم، چون فقط زیبا هستند و به دلمون میشینند.
شما نوای یه موسیقی رو که میشنوین فقط اون موسیقی رو شنیدین، اما وقتی که پیش یک مفسر موسیقی قرار میگیرید گویی که او گوش داده ولی شما فقط شنیدین. یادمون نره گوش دادن فرقش با شنیدن در اینه که اصوات تجزیه میشن، تحلیل میشن، ریز میشن، به تک تک اونها پاسخ داده میشه و برای تک تک اونها استدلال و دلیل و برهان وجود داره که چرا من این موسیقی رو گوش میدم، چرا من این آهنگ رو میشنوم، چرا من این گفته رو خیلی قبول دارم، چرا من با صدای این آدم میتونم بیشترین اثر رو بپذیرم، و همچنان این فرایند میتونه ادامه داشته باشه. پس گوش دادن از اون جمله مکانیسم ها یا سازوکارهایی هست که ما رو در ارتباط با دیگری فعال میکنه. همیشه هم به ما از کودکی میگفتن دیگه، دو تا گوش داری یه زبان، دو تا بشنو یکی بگو. بنابراین همه ماها وقتی که میشنویم باید میشنیدن رو درک بکنیم، آنالیز کنیم، تحلیل کنیم و برای خودمون اون رو هضمش کنیم تا بتونیم در ارتباطمون با دیگری مؤثر باشیم. عامل بعدی که به نظرم خیلی خیلی مهم هست و میتونه گوش دادن رو بسیار بسیار در واقع اساسی بکنه و در وجود ما نهادینه بکنه، عامل تعهد هست. ما در هر ارتباطی که وارد میشیم بدون استثنا به تعهد فکر میکنیم و بدون استثنا به این فکر میکنیم تا چه اندازه حاضریم و قادریم که این تعهد رو بپذیریم و مسئولیت اعمالی رو که انجام دادیم بر عهده بگیریم. در واقع آن چیزی که آقای دکتر صاحبی در مکتب خودشون و در نظریه انتخاب گلاسر به اون میپردازن همین هست که ما تا چه اندازه قادر به این هستیم که بر اعمالی که انجام میدیم نگاه وقوفمندانه داشته باشیم. عده‌ای به اون میگن، یعنی به این حرکت میگن مایندفولنس، آگاهی کامل یا در واقع آگاهی از خیشتن یا وقوف، شاید بهترین واژه‌ای باشه که توی فارسی یا در واقع در متن کلام ما بتونه به اون گفته بشه، آگاهی که تو میدونی کی هستی، کجا هستی، برای چی هستی، چی میخوای و در نهایت میخوای به کجا برسی. این نگاه خیلی اوقات تعهد ما رو بارز میکنه، خیلی اوقات مسئولیت ما رو در برابر دیگری متفاوت میکنه و ما رو میتونه انسانهای هدفمندی جلوه بده. اما جلوه هم بیشتر بعد ظاهری نیست، بلکه میتونه اعماق درونی داشته باشه و دیگران روابطشون با ما رو تنظیم بکنه. خیلی مواقع هم دیده میشه چون وقوف وجود نداره، چون آگاهی کامل وجود نداره و چون درک مشترک از بین میره و همچنان شناخت، اعتماد، صداقت و تمامی این هفت ویژگی وجود خارجی پیدا نمی کنن، ما به راحتی اون ارتباط رو از دست میدیم. در تعریف ارتباط یک در واقع تعریف خیلی مشخصی وجود داره که من با این ختم میکنم کلامم رو، که به نظرم این تعریف رو هم شما بشنوید. تعریفی که در سال 1967 ارائه شده: Communication is the art of transmitting information, idea and opinion and attitudes from one person to another. ارتباط هنر انتقال اطلاعات، عقاید، باورها، نگرش‌ها از یک شخص به دیگری. امیدوارم که همه ما در برقراری ارتباط مؤثر با هم همیشه موفق باشیم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم.